بنام یاد خدا. سلام عزیزان گرامی، کسانی که بیننده گزارش ویژه ما هستین. ما به کوچه شهرارای شهر کابل آمدیم امروز یک بار دیگه. با وجودی که ما چندین گزارش داشتیم در سالهای گذشته از کوچه شهرارا، اما یکی از خواهرای ما که از ماهای گذشته تا چند وقت پیشتر هم یادآور می شدن که از کوچه جراباف های شهرارا گزارش بسازین، اما ما نمی فهمیدیم کوچه جراباف ها واقعا وجود داره یا نه. اگر وجود داره ما نشنیدیم تا هنوز. امروز که تصادفی آمدیم سر خوردیم به این کوچه، گزارش داشتیم بر صوب زندگی، وقتی پرسیدیم کوچه جراباف ها کجاست، گفتن این کوچه کوچه جراباف هاست. پس بیاین که داخل بریم ببینیم چیزه هست. هر اون چیزی که هست ما گزارش میتیم، کمی و زیادیش مربوط خودتان میشه. حداقل یکی از کوچه های نامدار است. اما آنچه که بسیار زیاد توجه من همیشه جلب میکنه، آنچه که نماد از قدیم است، نمادی که از کابل قدیم است، خانه ها به این شکل، دروازه های شکسته و ریخته و دیوار ها که با کمک یا به واسطه سنج یا خادچوب ها ایستاده شدن به این شکل، و کوچه های خامه. مگرم هر صبح خانما و یا دخترک های خرد میبراین آب پوشی میکنن، بعد از او جارو میکنن پاک. اما که میگه جنده باشه و گنده نه، ای امو شکل است. کوچه بسیار کوچه خراب و تخریب شده است، تمامش گل است بیشتر میبینین، مگر پاک سطره است. ای یک فرهنگ خوب مردم قدیم است که تا هنوز هم باقی مانده. اما اینی آدم دیگر کس است، پولدار بوده، خداوند زیاد بتش. ببینین که دوباره پس از سر جور کده خانه خوده، و حتی دروازه های دکان هایشان هم مدرن تر است. اینجا چند خانه ای که زندگی میکنه، اینا کوچه خود سمت کردن. صرف دروازه اول معلوم میشه که دروازه قدیمی است و معالت اولیش باقی مانده است. صرف دروش یک آین چادر کش کردن، اما دروازه دروازه چوبی قدیمی، صرف چند دروازه ای که در قسمت اخیر کوچه معلوم میشه دروازه ای است که آهنی ساختن. کجا میری دخترک؟ کجا میری؟ نامت چی است؟ نامت چی است؟ نام آخر چی است؟ نام عبدالمجید. مجید جان ای چیت میشه؟ خوارم. خوارت است؟ کجا میرید بخیر؟ خانه. خانه؟ به خانه خریدین؟ آه. چندی؟ پنج. پنج روپا. این نام خوره نمیتونه بگویا؟ نه. چرا؟ نمیتونه. نان خورده سو؟ اصنا نان صبح خورده؟ آه. چی خورده؟ چی هاولا؟ هاولا خورده؟ نمیشه جانتن. چی خواهی؟ جلبی خورده. نامتان چی است؟ احمد شهیر. شهیر؟ آه. شهیر جان، در این کوچه زندگی میکنید؟ نه، اون در کوچه شهر. کوچه چی نام داره؟ شهرارا. کوچه میگن جرابافا میگن؟ آه، مسجد جرابافا. مسجد جرابافا کجا؟ اون اونجا. زیاد پیش از یا کم؟ نه، اون پیش دکان کریمی که هست. اون پیش دکان کریمی؟ آه. آفرین، تشکر برین، خداحافظ. یک زمانی یه سرک اینقدر بلند نبوده، حداقل نیم متر پایین تر بوده. میبینین دروازه بیخی پایین رفته. خانه هایی که در زیر از این سرک زنده مردمی که زندگی میکنن، اتاق هایشان چقدر پایین آمده باشن. شما باشنده همی کوچه هستین؟ بسیار خوب، اینجا بیاین. سلام. سلام. چطور هستین؟ نام شما؟ جاوید هستم. باشم. جاوید جان، چند سال هست اینجا زندگی میکنین؟ ما 28 سال 30 سال است که در این منطقه. از پدرم اینجا هستم. از پدر شهرارایی هستم. شهرارایی هستم، بله. بسیار خوب. این کوچه چی میگن؟ این کوچه جرابافا شهرارا میشه. چرا کوچه جرابافا میگن؟ خب از سابق دی نام مونه دیگه، جرابافا شهرارا. حتما جرابافا جزات. بله، آ جراب میبافیدن. من فکر میکنم شاید جرابافا همون جرابای باشه بیبی مواره از اون میبافتن. میبافتن نه؟ چیزای سابقه که از جرابای سابقه.
دیگه از او میبافتن دیگه. بازی منطقه که است و پشت باغ زنانه را به نام جراباف های شارارا میگه. باز از دوست و بولاش برکی میشه. برکی میشه. ولی ایره من نوش نیده بودم خیلی. عجب کوچه هستی؟ آی کوچه سابقه دار. ایرم ساختمان های قدیم نمانده. مونده کم مونده دیگه. مثلا این مثلا اینی خانه مونده. آه بازم این رو مثلا کال کس خانه خریده نمیتونه پس امون رو کونه رو پس جور میکنن ترمیم میکنن گلگل ملگل میکنن. اما سرکم بلند شده. سرکم بلند شده. سرکم من جور شده. یاد خودت میاد که نیم متر پایین تر بود. پایین تر بود. یه رقم گل بود. رقم گل لای بود که مادر گل میرفتیم چه بود. گل لای شرارا نام داره. نام داره. بسیار. این کوچه تندور سازی سی سونا شرارا او میره. ایسونم. اونا تشکر از شما. قابل تشکر. لطف کردین زنده باشین. کوچه خیلی کوچه جالب است. بین که بالاتر بریم کمی. خانه نمبر دو. این شیک ها از اون قدیم مانده. یا هم زنجیر ها. این فکر میکنم این زنجیر کش میشد با اینجا. این باز قلف میشد. اگر من اشتباه نکنم. چی مردمی بود چی؟ وقت این هم تق تق یک خاله را در منطقه مازار می دادن ما وقت خورد بودیم من وسط نبودم باز خاله را خاله تق تقی می گفتن باز پشت همگی می دویدید من به یاد خاله تق تقی رفتم و مگرم این قلفک یا دستگیرش نوست تو ببینید چی چوبی بوده ای ها تا هنوز هم کار می تهد ایچ امکان نداره که 60 سال 70 سال زیاد نشد و این خانه دیگر همچنان که ببینید هم از امو دروازه قدیمی است، از امو چوبای قدیم کار گرفته شده امو چپ راسا، امو تق تق، امو زنجیری که با زنجیری از این قسم بود که میگرفتن در اینجا قلف میکردن خب یک قلف منداختن میرفتن هیچ گپ نبود دنیا آرام آرامی بود دیوارای گلی یا کاگلی هنوزم باقی است اونجا دیو دیو هکم داره بکبری چندین اولی هست فکر کنم شما هم نو آمده خب ما کاش که لایت می آوردیم والا بیا مسعود میتونیم پیش بریم نه ما با اونا کار نداریم خیر اما این چقدر جالب هست ببینین چوبارا دستکا بیاین تو کجا رفتن میتونین نوریم امکان نداره که 60-70 سالی هم قدامت نداشته باشه خدا کنه کس نبره علت ما نکنه شما نه آمدین این منطقه؟ خیلی مکان نمیتونیم آمده مسعود؟ بیا بیا اینجا یکم نیست برده گرفتن چقدر جالب اولی نمبر 5 اینجا اولی نمبر 3 است به این پیش والا اینجا رقم جای جنداور اینجا مولی دیگه هست خب پیشتر معلوم میشه دیگه اولی هم هست فکر میکنم لایت ما رو کجاست کارده میکنم میریم ببریم چقدر مردم با فرهنگ هستن ببینید سر جوی خود پت کردن به این رقم دستک و یا تختا رو با هم میز کردن هوار کردن مگرم من نیافتم کس شونه که یکی را پیدا میکردم یا یک جارو میگرفتم از پیشان یعنی خانه جولاگه که میزدم یا خودشانه میگفتم که خانه جولاگه که بگیرین اگر کسی یک ذره قد بلند باشه متوجه هم نباشه اینجا را خانه های جولا یا تارای کس کلش در سرشان میچسبه عجب جایی بود مگرم چی بکنین بچه ها شما اینجا سلام سلام خانه تنم اینجا است کجاست؟ اینه کچه پیش خیلی بریم چای خوردن بخیر بشیم میوه و دانه ایده داریم آه چی چیزا گرفتیم
گرفتیم دیگه کامتون. مثلا کشمشی. از پنشیر خو نیستی؟ ها؟ از پنشیر هست؟ هستی؟ چوکیده دارین؟ آه چو؟ بیاین، ما میریم بالاتر، بیاین. فکر میکنم، آه فکر نمی کنم که متوقع هستم کوچه دیگه اینجا بند است، صرف یک خانه دمو قسمت اخیر است و کوچه دیگه طرف بالا و پایین هم نرفتم. یک درخت است، درخت هم خوب قدامت داره، افسوسی درخت، درخت توت می بود، میرفتیم بالا میشدیم، خاله را میگفتیم یک روی بته، یکی ما بالا میشدیم، یک دو سه نفر هم جلی میگرفتیم. ما بچه ها در جوی ها که ها و پاک ها می بود، بلده می جا میشوشتیمش. دریای پنشیر واره، چطور؟ دریای پنشیر دیدین؟ نه. چرا؟ نه رفتیم. پنشیری نیستی حاله؟ نه. از کجاستی؟ کوهستان. کوهستان؟ کجای کوهستان؟ دیبالی. خب، دکانای دیبالی. یاره؟ آه. همون خواندن شنیدی؟ آه. بسخه دیگه چیست؟ دکانای زیر دیبالی علا یارد. تو کجا مره میپالی؟ آه. بسخه دیگه چیست؟ خورد از سیادش. خب خود پروانی کوهستانی پنشیری. آه. آفرین، تشکر از کلتان. بین که بریم پیشتر. من در این منطقه باید دیگه سیار آرام آرام شلی کنه پف پف کده. این کوچه رو ببینین یک دفعه؟ این کوچه طرف کوچه عمومی شهر را پایین شده. به خاطر میگم تصویر ببینین، ممکن یک تعداد شما خاطرات داشته باشین. باز نگوین او کاش این کوچه رو یک تصویر میگرفتین شما. سابقا اقس نلا بود. نلای چودنی بود بیشتر بر تشنابا، حماما و بعض دلیزایی که آبش باید بیرون میکشیدن از اینا استفاده میکردن. حتی اینی معلوم میشه که در 40-50 سال یا زیادتر قدامت داره این نل، حتی زنگ زدش. حالا بیشتر کسایی که استفاده میکنن از نلای پلاستیکی استفاده میکنن، بچه ها هم شوخ باسکت سنگ و چوب و یک چیز میزنن او نل میکفانن. اینه مانند اینی باشین دیگه مربوط به تشنابا میشه. حال نلا به شکل پلاستیکی استفاده میشه که کت سنگ به چاشو خست میدنن اون تو سرش میکفانه. اما نلای قدیم مثل مردای قدیم محکم بود، یا مثل انسانای قدیم از هر نگاه اعتماد به نفس بالا داشتن. لطفا ازتون خواهش میکنم اگر اندکترین خاطری هم دارین به ما بنویسین، بر ما خیلی جالب است. آه فراموشم نمیشه، اگر بر یک تعداد دوستا کامنتشان جواب دادن نمیتونیم زودتر و یا مسیجایشان جواب دادن نمیتونیم، به بزرگواریتان ببخشین به خاطر تعداد زیاد میباشه. وقتی ما باز میکنم چه اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، هر جای باشه، میبینم که مسیج و کامنت خیلی زیاد است، گنگز میشم. اولتر کی جواب بگویی؟ با حداقل یک لایک یا یک سین که میکنیم شما دوستا بفهمین که حداقل احترام داریم به حداقل لایک کامنت مسیجتان. این که وقت یاری نمیکنم ما را ببخشید. این هم یک کوچه دیگه، مگر هم هر دو دروازه‌اش دروازه جدید است. این دیوار دیوار قدیمی معلوم میشه، میبینین که شوره خورده. ما نمیفهمیم، ما خود مردم های قدیم هستیم، شوره خوردگی میگیم اینجا را. شما چی میگین؟ با مزبان خود نوشته بکنین. هدف از گزارش ما همی است که ما آنچه که از قدیم باقی مانده تصویر بکشیم، کسانی که در افغانستان خصوصا نیستن اونا خاطراتشان تازه شوند و یا ببینن چقدر تغییرات آمده در شهر و بازار و دهکده که اونا زندگی میکردن. دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پیشگیری امراض خطرناک مثل کرونا.
اللهم اینی عوض بکه منال برسه والجنون والجزام ومن سیل از قامه. بباشین یکم که چشم ما نمیبینه و یکم سواد ما حتما نم کشیده. ترجمه: بار الها به تو پناه میبرم از بیماری. خب مالک خانه آمده، به او خاطر باید بریم. مرا بار خطا ساخته نیخسیم مالک خار نشم. ما گفتم پیشتر که دیگه منطقه باید چوله تا پف پف کده بخوری. یکان نفر قاروک میباشه. کوچی که قسمت اخیرش بند است. ما تازه با این منطقه آشنا شدیم. شما همچنان با این منطقه اگر آشنا بودین خاطراتتان تازه بکنین، اگر آشنا نبودین آشنا شوید. مگر آنچه که جای بسا خوشبختی است این است که کوچه ها کانکریت شده، جوی کشی شده. مثل وقت که باران میشد از طرف کوی یا تپه شهرارا آب پایین میامد، تمام کوچه را آب میگرفت، گل و لای میشد. او مشکل دیگه به مردم وجود نداره. سرک ها پخته است، جوی کشی شده، آب در جوی خود میره و مردم هم از رای سرک و یا پیاده رو رفت آمد میکنن. هیچ مشکلی هم وجود از این نگاه نداره. صرف مشکل آب و برق داره این مردم. امید است که حکومت توجه جدی بکنه. دروازه قدیمی یا مود قدیمی یا مدل قدیمی این گونه بیشتر رواج بود در گذشته ها، خصوصا کسانی که روزگارشان یک ذره خوب بود یک قسم دروازه استفاده میکرد که یک ذره نقش و نگار میداشت. سلام برسه، صبحتون بخیر. صبحتون بخیر برسه. شما در مردم قدیم هستین؟ ولی ها. نامتون؟ اسم ما لطفلا. لطفلا. چند سال میشه زندگی میکنین در کوچه؟ در کوچه جرابافا. من جرابافا رو قالین بافا میگم میشه. چند سال میشه؟ 50 سال میشه. از پدرم اینجا زندگی میکنین؟ از پدرم. خانه پدری کجاست؟ خانه پدری بغل ماجد جرابافا است. خب. نسبت به 50 سال تغییرات آمده؟ خوب است، فضل خدا تا. اصلا چه تغییرات آمده؟ کوچه خامه بود، حالا پخته شده در و مردم بسیار سکولت های آمده، بسیار خوب است. خوب است، خوش هستی؟ خوش هستی. دوزا دوزی بی گپا چطور؟ نه فضل خدا، این منطقه آرامیست. این منطقه آرامیست؟ این منطقه تا جراب است. اون شان راست است، جراب آفا است برکی. چرا اینجا را کوچه جراب آفا میگن؟ سابق قبیله مردم های فامیل زده که جراب آفا بود چی میبافیدن از این قبیله. اما مردم زندگی میکنن؟ بله ها بنام. باز بنام خودشان است؟ بله ها. تشکر از شما. این دخترک ها گب زده میتونن؟ آه گب میزنی؟ این دخترک میتونه گب زده نه؟ نام چی است؟ بگو نامت چیست؟ نامت؟ نامت چیست؟ خنده پده نامت که چیست؟ خورماست چیست نامت؟ خورماست. این دخترهای کابلی ها کم جرات شدن چرا؟ بله این همینجا از که دلاور از خاله گب نمیزنه. خاله گب نمیزنه؟ برش چیز نخری باز. خدا حافظ. بیا چای بخوره. تشکر. آرسی کوچی که به طرف تپه رفتن. کوچه طرف تپه رفتن؟ ما این همینجا را قدم میزنیم.
نه تشکر. مشکل خونه ایست این طرف تپه رفته؟ خب نه طرف تپه نمیرم، صرف اینه میجا را میخواییم ببینیم. خب کمی تصویر بگیم چقدر گل مخبولا چی یک بویه داره؟ اوه من میگفتم گلت چه؟ چه دروازه؟ دیواره پخصه ای یک زمانی که رواج بود پخصه. باز هر منزل زیر یک موره میگن، یک موره، دو موره، سه موره، سه موره پخصه زده شده. شما بیاین یه دفعه مسعود پیشتر بیا. جالبی است که بر دیوار چقدر کم است، حال دیواره که اینقدر است، یک بلست یا یک خشت. این اثر تاق اوه، یک متر شاید بیا، یک متر شاید بیا، واقعا جالب است. یک متر میای آه دمه قدر وقتی فقط یک کم لم کده باز بسیار کم. واقعا عجیب است، سر از یک دیوار چند نفر چند روز زحمت کشیده باشه که یه بلند کده باشه. حال نام خدا امروز این پیسدارای کابل هم جاد شده به خاطر که از طرف روز حکومت اجازه نمیتشان شو که زمی نماز خفتن هم میخوانن شروع میکنن صبح خیلی که وقت یک منزل آباد شده. خب جالب است، بیاین که بریم دروازه رو میخوام متوجه هستین جایی که قلفک قلف بند میشد. این دیوار قلا بوده که اینجا چند خانه زندگی میکردت من اما این خانه نو جور شده. پیشتر در دیوارای سنجی یادآوری کردم، دیوارای سنجی در حقیقت این قسم بود. ای جان روی خودت گرم نمیدونم، روی از این بچه گر گپ میزنم. بیا ایجا بچه گر کافرین، بیا پیش، بیا بیا دیگه. اون بچه گر چیت میشه؟ گرد از آنیم هست، گرد از آنیم هست. وامان مثل خودت تو خشم کرد. بیا تو خانه رو نشان بده، حالا کجا رفتی؟ بیا خانه از آن نیست؟ خانه از آن بیا نیگه خواله سرصده از این امره باز جنگ نکنه که ما بسیار یک رقم بدخور معلوم شد. دروازه شفا در خلی ام دروازه شفا پیش که بچگر ما دروازه شفا بتانیم تصویر بسازیم. نفره که در قلا زندگی میکرد آدم قاروک بود، برالی وزی که ما را اجازه نداد خودشم از خانه رفت یک طرف، گفته قدر فلم برداری کردن در ایجا هیچ فایده ندارن. من ایفهم فایده اینا خود دیگه میفهمم.
ببخشین که گفتم نمی‌فهم. فایده ما مردمو رو میگیم که یک چند پگه کاو بخوره. معنویات ارزش نمیده. از مسجد جراب بافای دیدن میکنیم ماله. مسجد هم اینجاست دیگه. اونم جوان کاکا برای لیوازی که ما رو نمون که خانه بریم خودشان فرار کرد آمد. سلام برسه. سلام بخیر. سلام بخیر. من از دور یکم اینجا استا چون یک تصویر ما خوبش بیا. من از دور دیدم جوان معلوم میشه مگر مال ریش سفید هستی. حالا معلوم میشه که مردم از مردای قدیم هستی. والا اول خوب سوا خودتون خوش آمدید میگم. به قدیم و به قریه شهرارا بسیار خوش آمدید. آمدنتون بسیار خوش شدیم که اینجا آمدید. دیگه ما مدت استاد داوود شهرارا هستم. یک تن از یه دکاندارم هستیم و مدت 35-40 سال میشه که ما میجا هستیم. دیگه منطقه ما بسیار تاریخی است. شما از مردم های قدیمی منطقه هستیم؟ بله بله. دیگه ما شاید 40 سال میشه که ما میجا هستم. دیگه یک قلعه تاریخی است که در مسار تپه است. دیگه یک قلعه دیگه تاریخی که فعلا شما در اون کوچه رفته اینجا هم یک قلعه است. دیگه یک قلعه دیگه اونجا پیش میگن اونجا هم یک قلعه است. دیگه مثلا جای تاریخی اصلا فعلا همینجا است. دیگه که اگه بلای سقه هم اگه فکر باشه اگه بلای کلکانی رو نمیسر تپه شهر رو دفن کردن به خاطر همین تاریخی. بله با اون خاطر دیگه. وضعیت امنیتی چطور است؟ وضعیت امنیتی والا خوبتر از منطقه ما فضل خدا خوب است. اگه عمر روزه که نو آمدین همینجا منتاز دین منتاز میگنش فعلا فضل خدا در منطقه ما کدام دوزی و چور و چپاول و غارگری و راگری نه فضل خدا اهمیت منطقه ما بسیار برقرار است. فضل خدا هیچ گپی نیست. دیگه مردم قریه شهرام فعلا از منطقه کلگی خوش است. خب بعض جایی که ما فکر میکنیم جای دیگه جای بسیار وضعیت خراب است. دوزی دوزی است. دیگه مردم همین دو کاره که بکنن مردم اهالی هر منطقه یکی گروپ های سر خانه خود روشن بارن همیشه با خبری کنن و یکی این بچه جوانات حداقل از طرف شهر و از طرف دیوار یا کلکین یا از خانه براین یک دید و وادید بکنن که در منطقه چی گپ است. انشالله هیچ مشکل پیش نمیاد. ما دیگه سوزکان یکم وقت نبرویم. بعض وقتا ببینین جایی که ببینین گروپ ها چالان میباشن دو طرفه همین گروپ های منطقه و قریه چالان می باشن. دیگه فضل خدا کلگی به رفت آمد در طرف میرن من نصف شب میبرن 11 شب میبرن. دیگه فعلا در این منطقه ما این سایه را که برای بگم یه بهترین یک سایه است. فضل خدا چور چپاول و دوزادیزی و غارتگری نیستم. دیگه ما از منطقه خود بسیار خوش هستیم. دیگه فضل خدا این مسجد و مسجد جراب بافا این مسجد جامع جراب بافا است که اونجا میبینین یا نشته است لاویش هم بسیار یوم تقریبا از نیمی یک قرن تیر میشه. یک قرن سر از تیر شده 100 سال. اون اونجا دونو جون که من میبینم یک تاریخایش هم گذاشته است اونجا. میری میبینیم دروازه خوب بسته است نه؟ آه دروازه بله فعلا بسته است به خاطر که قایم می باشه که اگم داره همین تو دریا همین مردم های باز استفاده جو استفاده جو استفاده نکنم به خاطر امور وقت نماز دیگه باز میشه باز میشه و مردم با عبادت خدا تشکر از شما. از شما یک جان تشکر. زنده باشین. ما رو جز اومد داده یک دو یک لطف کردین. زنده باشین. مدرسه اناسی شهر آراست. صد روزی سر شده آمد. در بخش های زیل و نگفته که قرآن کریم ترجمه حفظ تجوید و کورس های سواد آموزی و غیره سال تحصیل شد. 1390
کوچه های قدیم، خانه های قدیم، نیمتر زیر سرک رفته دروازه. صاحب از این خانه شاید خارج از افغانستان باشه، به او خاطر کس توجه نکرده. کسانی که مالکان خانه هایی که در کابل هستن حتما خانه خود را نوسازی و بازسازی کردن، مگر هم کسانی که خارج از افغانستان هستن باز خیش و قوم و مت و دل نمی سودن من سر خانه هایشان. مثل که یه در کارت چار در قسمت کوچه اجاری و نجاری اوجا یک خانگک هست، ما چند دفعه رفتیم گفتیم ما همینجا را کورس میخواییم جور کنیم بر ما کرا بتین، گفتن $400. گفتیم از $400 بگذارین 15,000 افغانی میتیم براتان. گفتن بالا مالکش در خارج از افغانستان از گفته کردیم $400 می $1 هم کم باشه ما نمیتیم، در کرا خالی باشه، خالی باشه خوش داریم، نه ای که از $400 کم باشه. اما من 100% متیقن هستم کس خارج از افغانستان است اینقدر هم ظالم نیست که بگوی از $400 کمی یک رو پیش کم بود ما کرا نمیتیم. من میفهمم که نفر دیگه شاید یک داره انکف از و سریال ایرانی علم علم کنه. دروازه قدیمی، کوچه قدیمی، فقط دو خانه هست در اینجا، دو فامیل ممکن زندگی میکنن، یکی در اونجا یکی هم در اینجا. همین دخترک میتونه گپ بزنه؟ ها؟ ابرو صدا کن. و این دیوار باغ زنانه است؟ یکی از قلعه‌ای که در شهرارا هست یک شمیست. این قلعه ها از طرف وزارت الله فرهنگ باید صحیح نگهداری می شد، فامیلی هایی باید زندگی نمی کرد، سیم خاردار باید دیوار گرفته می شد. این قلعه ها باز تکرار نشده نیست. همین قلعه هاست، همین ساختمان هاست که ارزش ها و یا گذشته و تاریخ یک کشور یک ملت را روشن نگاه میکنه. وقتی ما توجه به این گپا نداشته باشیم، هر روز باران، هر روز برف، بالاخره یک روز به خاک مبدل میشم، مثل صدها آبدی تاریخی دیگه که در کشور بمردن و خاک شدن. بیشتر دیگه فامیلا زندگی میکنن، کدام گپ خاص هم نیست. ای خو به عنوان گزارش ویژه گزارشی بود که تقدیمتان میکنیم و تقدیمتان کرده میریم روزانه یه گزارش، اما ای وعده است که من مسئولیت خود میدونم که باید گزارش های قوی در این مورد جور بکنیم تا برای سالیان سال باقی بانه، که در این مورد باید مسئولینه که در بخش آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکنن اونا بر ما گپ بزنن و همچنان وکیلای گذر، کسانی که در بخش تاریخ نویسی یا تاریخ های زنده افغانستان هستن، نویسنده ها، اونا همچنان گپ بزنن با ما. دروازه خروجی یا دروازه اضطراری برای با
باغ زنانه آماده کردن. خدای نخواست اگر کدام مشکل پیش میه کزی را هم اینا رو برو مرور کرده بتانند. بر دیواره ببینین چقدر هست. یک مترش معلوم میشه، او طرف شاید اضافه هم باشه مگر دیده نمیشه. ما تا این منطقه گزارش داشتیم اگر یادت باشه مسعود، اینجا میدانی است. تا اینجا ما گزارش داشتیم، بله، بخش های مختلف این منطقه را ما گزارش ساختیم. حداقل دو سه ماه پیشتر شما همچنان بیننده بودین. فعلا هم از شما سپاسگزاری میکنیم به خاطر اینکه توجه کردین به گزارش شما. منتظر نظریات و لایک های شما هستیم. اگر خوشتان آمد، اگر خوشتان آمد مقصد هر چیزی گفتین ببینم اونجا. ما هم گپای بعد شما رو شنونده و بیننده و خواننده هستیم. یک دنیا تشکر از شما عزیزان گرامی. تا یک بار دیگه، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.